درود بر همیهنان گرامی، بینندگان تلویزیون اندیشه در سرتاسر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای بهروز مشکینیار. در این برنامه چون همواره با آقای دکتر میلانی هستیم، استاد علوم سیاسی و تاریخ. آقای دکتر درود بر شما. قرآن سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران گسترده که تشریف دارن. ایران سابقا موسع و لاحقا گسترده. حالا دوباره یه نفر به ما زنگ میزنه میگه چرا سابق و لاحق گفتی، فارسیشو نگفتی. برحال ببخشید دوستان. آقای دکتر ببخشید، چه خبر از کارهای فرهنگی دانشگاهتون؟ خبر تازه‌ای هست؟ بله، سه تا برنامه داریم که یکی در واقع جالبتر و متنوع‌تره. یک برنامه داریم در باره بافت جمعیت در ایران توسط یکی از خانم‌هایی که واقعا متخصص ارشد جمعیت شناسی است و یه مقاله درخشانی نوشته در مورد بافت جمعیت و اینکه چطور اگر فکر عاجلی برای این نشه، آینده 20-30 سال ایران بسیار از لحاظ اقتصادی پرمخاطر است. و اینکه این جمعیتی است که الان دوران نیاز به کارش هست و اگر کارآفرینی براش الان نشه، در آینده ایران مسئله شبیه به ژاپن خواهد داشت که جمعیتی پیرتر خواهد بود و تعداد کسانی که خرج پیرها رو باید بدن به کاهش خواهد رفت و معلوم نیست که در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی انرژی معلوم نیست این مخارج از کجا خواهد آمد. زمان دقیقش اینا اگه به سایت ما تشریف ببرن دوستان، اونجا همه هست. اکتبر نوامبر 17 جمعه سرکار خانم مرجانه سچاپی خواهند آمد که جایزه امسال بیتا رو دریافت میکنن و بعد دوم دسامبر. مناسبتش چیه؟ بله، مناسبتش فیلم اولیست که ساختن. مناسبتش جایزه بیتا رو ما به کسی میدیم که در واقع از سرکار خانم سیمین بهبهانی شروع شد، آقای شجریان، آقای بیزایی، آقای ایرج پزشکزاد، خانم گلی ترقی، استاد شجریان رو فکر کنم گفتم، ده تا سال، دهمین سال اون جایزه هست. خانم امیرشاهی، مهشید امیرشاهی، خانم پارسیپور، در واقع تعداد این افراد هست که در گذشته این جایزه رو گرفتن. و خانم سچاپی خب با رمان‌هایی که نوشته اولا با و بعد با فیلم‌هایی که ساخته و فیلم‌هایی که داره می‌سازه، اصلا یک فصل نوعی به گمان من در حضور ادبی ایرانیان در جهان و به خصوص حضور ادبی زنان در جهان و به خصوص حضور ادبی نسل جدید زن در ایران و جهان باز کرده. یعنی کارهاش واقعا شگفت انگیزه. و من از وقتی که اعلام کردیم که جایزه امسال به خانم سچاپی تعلق میگیره، اصلا از میزان علاقه که دانشجوهای ما، دانشجوهای آمریکایی ما به این مراسم نشون دادن متوجه شدم که چه جایگاه واقعا بالایی کارهای خانم سچاپی. این جلسه البته رایگانه، جلسه سخنرانی هم رایگانه مثل همه سخنرانی هامون، ولی البته جلسه خانم سچاپی رو باید عرض کنم که با اینکه سالن بزرگی گرفتیم، من فکر میکنم اگه دوستان میخوان واقعا صندلی داشته باشن باعث زودتر تشبیه بیارن، برای اینکه حتما این است که جلسه پر را تماشاچی و پر طرفداری خواهد بود. آخرین برنامه این ترم ما یک نمایشی است که داریم از آقای رضا علامه‌زاده می‌بریم رو صحنه
بلیتش رو از همین دو سه روز پیش شروع کرد دانشگاه فروختن، همون استنفورد تیکت آفیس یا به ایرانیان استادیز اگه مراجعه بکنن. اسم نمایش هست جغد جنگ، روز دوم، میخوام مطمئن باشم درست میگم، روز دوم دسامبر، فقط یک نمایش در اینجا هست، ساعت 6:30. نکته جالب در مورد این نمایش، سوا اینکه برها کار تازه است از رضا علامه‌زاده که کارگردان و نویسنده تئاتر و فیلمساز شناخته شده است، این است که موسیقی متن این نمایش رو آقای اصلانی، برامرز اصلانی تهیه کردند و سوای اون در اون روز در استنفورد ایشون اجرایی زنده خواهند کرد. یعنی نمایشی خواهد بود با آقای عبدالملکی در نقش واحد بازی، نمایش برگرفته از شاهنامه است و با استقبال از شعر ملک شعرهای بهار و با اجرای موسیقی زنده آقای فرامرز اصلانی. میدونم آقای اصلانی خیلی طرفدار دارن، میدونم رضا علامه‌زاده خیلی طرفدار داره، اون رو هم توصیه میکنم دوستانی که مایلن تش بیارن زودتر بلیتشون رو تهیه بکنم. خیلی متشکرم از سم از موفق باشن. خیلی متشکرم میمانانتون. کارگردان بسیار زبده شما، تا ما فر رو میگیم عطف فرزاد رو ایشون اونجا اهدا میکنم و نشون میدم بره. بله آی دکتر، اولین خبری که زیر دست من آمد این است که 5600 تن نیروهای خارجی از مناطق تحت کنترل داعش به کشورهایشان بازگشتند. اینو یک مؤسسه مشاوره امنیتی گفته است که حداقل 5600 نفر از اتباع 33 کشور مختلف پس از مدت اقامت در مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه به کشورهاشون بازگشتند. بله، من فکر میکنم یک آدمی که گمان میکنم مسلمان الاصله به اسم حسن حسن، شاید فعلا هم مسلمانه فقط اصلش نیست، تو FBI کار میکرده و سالها مسئول پرونده تعقیب القاعده بوده و تعقیب داعش بوده، حالا استفاده داده، یک کتابی در این مورد نوشت در مورد نظام ترور داعشی و تجربه خودش رو در مورد القاعده اونجا بیان کرد. من کتاب رو خوندم. همین دو سه روز پیش هم دوباره مصاحبه ای کرده در نیویورکر. حرفش به گمان من کاملا درسته. میگه که وقتی که آمریکا رفت و القاعده رو در طالقان در افغانستان به گمان خودش شکست داد، ما فکر کردیم که چون پایگاه خودش رو القاعده در افغانستان از دست داده رو به تضعیف خواهد نهاد، ولی 10 سال بعد القاعده در کشورهای بیشتری یارهای بیشتری گرفته، تشکیلات بیشتری داره و امروز به اندازه اون روز خطره. شاید کاری شبیه به سپتامبر 11 نمیتونن انجام بدن، ولی کارهای کوچیک و ضربه های کاری میتونن بزنن. همین مسئله به گمان من در مورد داعش هم صدق میکنه. یعنی اتفاقات غم انگیزی که در آمریکا افتاد، اتفاقات غم انگیزی که در پاکستان میفته، در افغانستان همین هفته افتاد، در لیبی به طور روزانه اتفاق میفته. به نظر من متاسفانه معید این است که شر این کار به هیچ وجه کنده نشده و خطرات به طور جدی روبروست و میبینیم که می‌دونید یک دیوانه یک سنگی به چاه می‌اندازه، 10 تا دیوانه دیگه باید ازش درش بیارن. این بابایی که در اینجا مثلا این کارو کرده، در آمریکا این فعالیت تروریستی کرده، حاصلش این شد که آقای ترامپ فوری تصمیم بگیره، حالا بتونه اجرا بکنه هنوز روشن نیست، ولی تصمیم گرفت که این سیستم لاتاری رو
که عده زیادی از اقصا نقاط جهان، اکثریتشون هم از کشورهای مسلمان نبودن، کل سیستم رو داره میخواد برچینه، برای اینکه میگه که این شخص از طریق لاتاری به آمریکا آمده، پس ما سیستم کارت سبز لاتاری رو برمیچینیم برای اینکه اشخاصی مثل این نه. خب واقعا راه حل آسونی این کار نداره، قطعا راه حلش تعطیل سیستم لاتاری نیست، راه حلش منع ایرانی ها نیست، راه حلش منع این 6 کشور نیست، اصولا راه حلش منع حرکت نیست، راه حلش مبارزه فکری با این قضیه است و مبارزه جدی همه جانبه با این قضیه است و مبارزه با اسلام ستیزی است و مبارزه با فرم های دیگر رادیکالیزم در منطقه است که داعش به نوعی تالی فاسدمونه. یعنی اگر بخوایم داعش رو از جلوش رو بگیریم، بازی های داعشی در ایران رو هم باید جلوش رو بگیریم و حمایت ایران از نیروهای رادیکال شیعه در منطقه رو هم باید جلوش رو بگیریم که از اون های به این هوی تبدیل نشه. آقای دکتر، این مؤسسه ای که عرض کردم همچنین گفته است که قبل و پس از اعلام خلافت خودخوانده گروه حکومت اسلامی در سال 2014 بیش از 40,000 پیکارجوی خارجی از 110 کشور به صفوف این گروه پیوستند. از این تعداد حدود 5,718 نفر از اهالی اروپایی بودند، بیش از 8,700 نفر اهل کشورهای سابق اتحاد شوروی و 439 نفر اهل آمریکای شمالی. بله، تعدادش واقعا عظیم. البته من ارقامی حتی بیشتر از این هم دیدم و متاسفانه یک زمانی دولت ترکیه برای تسهیل مبارزه با اسد مرزهای خودش رو باز گذاشته بود و یک در واقع حرکت خیلی آزادی از طریق ترکیه به درون سوریه و عراق برای پیوستن به این نیرو باز شده بود. بعد که خود ترکیه مورد حمله داعشی ها قرار گرفت، اون راه رو بستن. ولی الان میبینیم که داعش هم در ازبکستان سخت فعاله، هم در افغانستان، هم در مصر، هم در لیبی، هم در سودان، هم در سوریه بقایاش به هر حال هنوز هستن و معلوم هم نیست چند نفر عواملشون در اروپا و آمریکا هستن و چند نفر رو مثل این شخصی که اخیراً به اونها پیوسته میتونن از طریق این شبکه خیلی خوف‌انگیزشون، شبکه در واقع تماس اینترنتیشون، طریق شبکه به اصطلاح اینترنت سیاه که ازش استفاده میکنن برای عضوگیری و نیروهای اطلاعاتی به سختی میتونن اونها رو رصد کنن اونجا، چقدر میتونن یادگیری کنن، چقدر میتونن آدمهای ناراضی یا گاهی ناراحت رو واقعا ناراحت بسیج بکنن برای اینکه اخلال بکنن در زندگی جوامع دموکراتیک یا حتی جوامع استبدادی. اخلال در ایران دیدیم چه نتایجی داشت. آقای دکتر، آقای تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که دعوای ما با مردم ایران نیست، اختلافات ما با رژیم انقلابی است. و از سوی گزارشگر ویژه ملل متحد ابراز نگرانی کرده از اعدام‌ها، نقض حقوق بشر و آزادی‌ها در ایران. منظورم خانم عاصمه جهانگیره. بله. و یه مسئله دیگه هم که اخیراً دوباره سازمان ملل بهش اشاره کرده، این به قول آخونده حجمه ایست که اینها علیه بی بی سی انجام دادن و خانواده‌های کسانی که برای بی بی سی کار میکنن، واقعاً یک گام عجیب
زشت و خطرناکی است در مقابله با مطبوعات آزاد. در مورد آقای تیلرسون من فکر می‌کنم به هر حال سیاست رسمی آمریکا این بوده که این تفاوت رو قائل بشه، ولی گاهی وقتی که خود آقای ترامپ صحبت میکنه یا توییت میکنه این تمایز رو اونچنان که به گمان من باید تأکید برش نداره و باعث میشه که در داخل ایران از حرفاش سوء استفاده بشه. ولی در مورد تیلرسون به نظر من دیگری که غریب هست این است که من مطمئن نیستم چقدر بمونه در این کار. دوباره در همین یکی دو روز اخیر آقای ترامپ اشاره به این کرده که معلوم نیست اون تا آخر این دوره 3-4 ساله بمونه، که حرف بسیار بسیار غریبی است از طرف رئیس جمهور در مورد وزیر امور خارجه. قبلا تو مطبوعات گفته شده بود که میخواسته در واقع استعفا بده، قبلا گفته بود که در مورد رئیس جمهور گفته بود این مرتکه خلوچل، اینها همه باعث میشه که من فکر کنم دوران حکومتش مستعجله. در مورد شکایت بی بی سی، شکایت کارکنان بخش فارسی بی بی سی علیه ایران به سازمان ملل، اشاره شده که تونی هال مدیر کل بی بی سی در بیانیه که منتشر کرده گفته است که این کارزار جمهوری اسلامی با کارکنان قدیمی و فعلی بی بی سی صرفاً علیه کارکنان بی بی سی فارسی نیست، بلکه ضد حقوق بنیادین انسان است و بی بی سی از حکومت ایران می‌خواهد که بیدرنگ به این گونه اقدامات قضایی خاتمه دهد. که البته جمهوری اسلامی خوشش هم میاد تازه از این حرفا بزنم. ببینید به نظر من یک تلاش سازمان یافته ای هست از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه ترور داخل کشور رو خارج کشور تسری بده. یعنی همون جوری که در داخل فکر میکنه با ترس و با داغ و با زندان روزنامه‌نگارا رو میتونه منقاد کنه، داره سعی میکنه به همین شیوه با واقعا گروگانگیری هایی که یادآور آلمان نازی است. فقط من تو آلمان دیدم که این چنین کاری بکنن. یک کسی در بلخ گناهی میکنه، عمه‌ش رو در شرق میگیرن اعدام میکنن، یعنی مثلا یا محکوم ممنوع معامله میکنن. من واقعا فکر میکنم انگلستان و تمام کشورهای اروپایی باید به طور قاطع در مقابل این وایسن و جامعه خود ایران هم باید در مقابل این زیاده خواهی روزمره ای که داره در ایران اتفاق میفته، اون چه که بر سر نماینده انجمن شهر یزد آمد، اون چه که بر نماینده منتخب اصفهان آمد، همه اینها گام های سازمان یافته جدی برای این است که روحانیت دست راستی عقب افتاده مثل جنتی، مثل مصباح، هر روز حتی بیشتر از گذشته حق دموکراتیک مردم ایران رو، اونچه که ازش باقی مونده رو بیشتر و بیشتر محدود کنن. امروز میخوندم که یه سری از این استاندارهایی که مثلا در جاهای مختلف منصوب کردن هیچ کدوم از اهالی اونجا نیستن و هیچ ورودی به اونجا ندارن. مثلا میخوندم که در استاندار جدید هرمزگان رو دارن میبرن در بندر عباس و در جاهای دیگری میچرخونن برای اینکه بفهمه در کجا استاندار شده. چطور شما میتونید یه نفری که اون منطقه رو نمیشناسه، با اون مردم آشنایی نداره، با استانداری منصوب بکنید؟ فقط به این به گمان من علت میشه که هر روز میگم دارن در داخل این حقوق رو بیشتر تضعیف میکنن و دارن سعی میکنن این فضای خفقان رو به خارج بکشن. اگه یادتون باشه تا 20 سال پیش اگه کسی از ایران خارج میشد، یه خانمی از ایران خارج میشد، در خارج که دیگه موظف به اجرای حجاب اسلامی نبود. الان فضای ایجاد کردن
که خانم ها در خارج هم مثلا نگرانن که عکسشون بگیرن، یک گروه موسیقی از داخل ایران میاد برای اجرای کنسرت در خارج، نگرانه که یه زن بیهجاب در کنارش باش عکس بگیره. مثلا شگفت انگیزه این تلاش برای تسری خفقان داخل به خارج، و بی بی سی یه مصداق خیلی مهم میشه به من. آقای دکتر میلانی، انتخاب 9 وزیر زن در کابینه امارات متحده عربی خیلی سرصدا کرده و سخن از این است که امکان داره این پیامدی بر وضعیت زنان در ایران داشته باشه. شما چنین نتیجه میگیرین؟ بلا میدونید حد زدن در مورد اینکه این آخوندهای اصولگرا به قول معروف چه میکنن، من وقتی در ایران زندگی میکردم دوست بسیار عزیزی داشتم، با هم در دانشگاه تهران درس میدادیم، اون یک چیز خیلی معروفی همیشه به ما میگفت وقتی سعی میکردیم ببینیم اوضاع چگونه است، میگفت حد زدن در مورد اون چی که آقایون میکنن مثل شطرنج بازی با یک میمونه، ممکنه تو 18 حرکت بعدی تو در نظر بگیری ولی اون یه دفعه مهره رو برمیداره میذاره تو دهنه. و اینا واقعا برای من عجیبه که بعضی کارهایی که میکنن دقیقا در حد بلع رخه، ولی مملکتی که 50 سال پیش وزیر زن داشته، فرخرو پارسا داشته، بعدش خانم افخمی وزیر زن امور زنان داشته، الان نتونه یک وزیر داشته باشه. البته بعضی ادارات دیدم که واقعا ادارات مهمی خوشبختانه زنان مسئولش شدن، در شرکت نفت، در هواپیمایی، خب اینا به نظر من گام های مهمی هستن، ولی اینکه زن نتونه وزیر بشه هنوز در ایران شگفت انگیزه. و این میدونید زن جوان 2 سال پیش یه خانم 27 ساله از امارات اومد در استنفورد سخنرانی کرد، اسمش الان یادم نیست، فکر کنم یکی از همین خانمایی بود که کارگردان عزیز شما عکساشو نشون داد. این اولین زن امارات بود و کارش امور جوانان بود، یعنی اینا یک زن یک خانم 23 4 ساله رو تحصیل کرده فکر میکنم آکسفورد هم بود آورده بودن که بهشون بگه جوانای امارات در چه حال و هوایی هستن. حالا کل امارات جوانای تعداد جووناشون چند صد هزار نمیشه، ایرانی که 40 50 میلیون زن و مرد فرهیخته که خیلی هاشون تحصیلات عالی دانشگاهی دارن، 60 درصدشون تحصیلات دانشگاهیشون مال زناست، الان وقت یک نفر در کابینه نباشه شرم‌آوره اصلا واقعا به گمان من غریبه. و اینکه ما حالا باید از امارات و از عربستان سعودی مثلا تأثیر بکنیم، در حالی که 60 سال پیش ایران وزیر زن داشت، و تو یکی از این یادداشت‌های مربوط به دوران شاه می‌خوندم که پادشاه عربستان 1975-76 به شاه پیغام داده بود که شما این اصلاحاتی که می‌کنید خیلی آهنگش تنده، مسلمین رو می‌آزاره. مملکتی که اون زمان داشته اون کارا رو می‌کرده، حالا ما باید از امارات متحده تقلید و تأسی کنیم که واقعا تراژدی تاریخه، تراژدی کمدی تاریخه، تراژیکومیک. آقای دکتر میلانی، یه زمانی بود اون اوائل انقلاب من یادمه مردم خیلی تند بودن، من اون موقع ایران بودم، از فرانسه رفته بودم ایران، بعد میگفتن که ما این آخونده رو همه شونو میکشیم، نمیدونم تیرای چراغ برق رو یکی یکی نشون میدادن، میگفتن این مال فلان کس، این مال فلان کس. حالا یه خبری آمده که آخوندکشی هشدار روزنامه حکومتی به رهبر، قتل
دو روزنامه در یک هفته، دو روحانی در یک هفته، در کشوری که مسئولین آن در برج آج زندگی می کنند و به جای شنیدن درد دلهای مردم و حل مشکلات آنان به جنگ لفظی با یکدیگر مشغولند و عده‌ای نیز با استفاده از این فرصت مشغول چپاول بیت المال هستند. طبیعی است که با پدیده‌های انحرافی خطرناکی از قبیل آنچه هفته گذشته رخ داد مواجه شویم. برصورت توضیح داده روزنامه جمهوری اسلامی که این زخمایی که در مناظره ها و تبلیغات تهاجمی انتخابات ریاست جمهوری بر پیکر نظام جمهوری اسلامی ایران وارد شد هنوز تازه است و این روزها اولین چرک‌های خود را بروز داده است. بله، به نظر من، منم واقعا اصلا دلم نمیخواد هیچ کسی خونش ریخته بشه و اینکه دور باطل خشونته، ولی بی‌توجهی اینها روحانیت دوباره درباری به اون چی که در جامعه میگذره، به دلزدگی مردم از آخوند واقعا برای من عجیبه. یعنی شما از فیلم مارمولک بیاید بگیرید بیاید جلو، مثلا تو فیلم مارمولک که به هر حال فیلم ساخته خود وابستگان به رژیم هست، اونجا خیلی آشکار نشون میده که چقدر دلزدگی از آخوند هست در جامعه و چقدر رشد کرده. اون وقت تو این شرایط آقای مکارم شیرازی همین پیروز دیدم گفته که دولت باید یه رقم قرص و گنده‌ای برای قم تعیین بکنه و بقیه شهرام حق اعتراض ندارن، برای اینکه قم جایگاه ویژه‌ای داره. چه جایگاه ویژه‌ای داره قم در قیاس با بندر عباس یا بندر لنگه؟ چه جایگاه ویژه‌ای داره؟ مردم به بندر لنگه محتاج شام شبشون هم. بعدم پول‌هایی که تا به حال رفته تو قم، دوباره همین دو سه روز پیش تصویری می‌دیدم از یکی از این حوزه‌ها، جایی که برای خود آخوندها درست کردن، مثل هتل 5 ستاره لاس وگاس، و بعد در کنارش یک رندی عکس خیابون‌های قم رو گذاشته بود که هنوز جوب باز سرش هست و فاضلاب باز سرش هست و بچه‌های نیمه اوریان در اون کنار داشتن بازی می‌کردن. رو چه حسابی باید این پول بیشتر به قم داده بشه؟ من اون وقتی که خوندم تو این توییتر نوشتم که من فکر می‌کنم راه راحت‌ترش اینه که همه پولا رو اصلا بدن به قم، بودجه مملکت اصلا کلاً در بس بدن دست آقایون، اونا هر چیزی خواستن بردارن، تتمه ای اگر چیزی باقی مون صدقه سر خود آقایون بدن به مردم ایران. رو چه حسابی مردم باید این؟ بعد ببینید همه کارهای دیگه هم همینطوره. حالا قم یه جاشو میخوره، مصباح یزدی ارقامشو ببینید، بودجه ارقامی که نه در بودجه میگیرن، بقیه این حوزه ها رو بگیرید. تو تو دانشگاه های ایران، تو دانشگاه های ایران دانشجوها هر روز مجبورن پول بیشتری بدن، ولی کسانی که اینها انتخاب میکنن بورسی های خودشون، سوای آقازاده ها و سوای فرزندان شهدا و فرزندان عمرای سپاه، کسانی از از سوریه و عراق در بسیاری از این کلاس ها الان به عنوان بورسیه وارد شدن و دارن جای دانشجویان ایران میگیرن. اونها کلاس مجانی دارن، پول نقد هم میگیرن از دولت، اون وقت دانشجویان خود ایرانی باید به اونها باید برای اون کلاس ها پول بدن. یعنی متوجه نبودن این که این هر روز خشم داره بیشتر میشه واقعا برای ایران مخاطر است. ببینید یه زمانی بود آخوندا نبض جامعه دستشون بود، برای اینکه تو مردم بودن، حالا تو بنز زده گوله نشستن و بقول شما آج دیگه متوجه نیستن. بقیه آخوندایی که هستن کمی تو مردم، اونا خب مثل همین کسی که این مقاله رو نوشته نگران آینده خودشون و آینده ایران هستن و به نظر من جای نگرانی هم متاسفانه داره. در انتها نوشته است که آخوندکشی به شیراز هم رسید، با گلوله کشتند. بله متاسفانه نید. وقتی خشم هست، وقتی بی‌عدالتی هست، وقتی زیاده خواهی هست،
و وقتی اضطراب و دلخوری دائم، میدونید چیزی که آدم دائم از ایران میشنوه، این واقعا یکی از این قصرهای جدید است. مثلا حوزه های علمیه قبلا نشان فروتنی بود، حجره‌ای داشتن، الان ببینید اینا رو ساختن و فکر میکنن از اینجا میشه کسی رو تربیت کرد که دل برای مردم بسوزونه یا نبض مردم رو در دست داشته باشه. و این دوباره به گمان من یکی از زیانهای تاریخی است که سیاست‌های آقای خامنه‌ای به تشیع زده و خیلی از آقایون، نه آقایونی که اینطور نشستن ولی آقایونی که در قوم هستن، متوجه این هستن. این حوزه های علمیه سنتاً مستقل از دولت بودن، بایستی مخارج خودشون از ملت میگرفتن، از بازار میگرفتن، از پیروان اون حوزه میگرفتن که ریاستش یا آیت الله به عهده داشت. به همین خاطر ناچار بودن جوابگوی نیازهای مردم باشن. یعنی وقتی شما این چرخه پول رو بهش نگاه بکنید، اون چرخه نبض مردم در دست داشتنش تالی صالحشه. حالا که باجگیر دولت شدی، راندخار دولت شدی، مبلغ سیاست های دولت شدی، یه روز اگه این دولت نباشه یا پولش نباشه، بنا بر سرتون خواهد ریخت. و یعنی اصلا کل بافت مستقلی که روحانیت داشت از دولت، اینا دارن سعی میکنن تبدیل همشون رو بکنن به روحانی راندخار. در کوتاه مدت به نفعشونه، برای اینکه به هر حال میلیون ها میلیون دلار پول یا مفت میگیرن، ولی در دراز مدت زیانش به گمان من جبران ناپذیره. آقای دکتر میلانی، درباره سیاست های روسیه در ایران نظرتون چیه؟ روسا در ایران واقعا همه چیز در دست دارن؟ یعنی حکمشون رواست؟ چون 6 تا هواپیمای بمب افکنشون پریروز از ایران حرکت کرده و رفته سوریه بمباران کرده. بله. از خاک ایران استفاده پایگاهی کردن. بله. من واقعا فکر میکنم چندین بار هم با شما در این مورد تو همین برنامه شما صحبت کردیم. من فکر میکنم خیلی کم توجهی میشه به کاری که روسا دارن در ایران میکنن و کاری که بعضی از رهبران ایران، به نظر من به ویژه آقای خامنه ای، مسئولش هستن. و اون یک گرایش به روسیه در سیاست خارجی است و یک چرخش تاریخی به سوی روسیه است. روسیه برای ایران یک خطر جدیه. روسیه 200 سال برای ایران خطر جدی بوده. روسیه 37 سال به خود این رژیم جمهوری اسلامی در هر فرصتی که شده پشت کرده، استفاده ابزاری کرده، میلیاردها دلار از جیب ملت ایران گرفته، برده، خورده برای مثلا برنامه اتمی و انرژی اتمی، تکنولوژی درجه دومی که به ایران داده. هر وقتم که تونسته به ایران، به خود این رژیم، حتی نه حالا ایران دوران شاه و دوران جنگ مثلا، نه دوران مصدق، 50 میلیونی که به مصدق به ایران بده کار بودن و هرگز به دکتر مصدق ندادن، به خود این رژیم. وقتی که اینها میلیاردها دلار، فکر کنم 3-4 میلیارد دلار از ایران گرفتن برای اینکه سامانه ضد هواپیمایی به ایران بفروشن، وقتی که آمریکا و اسرائیل و اروپا فشار بهشون آوردن و یک در واقع معامله بهتری بهشون دادن، اونها اون سامانه ها رو به ایران نفروختن. ایران مجبور شد بره دادگاه های بین المللی علیه اونها اقامه دعوا بکنه. بعد به دلیلی ظاهرا به حکم حکومتی اون دعواها رو پس گرفتن. روسیه ای که در دوران شاه با 1001 تمهید از ایران حق پرواز محدود چند هواپیما میگیره. من سند این رو تو اسناد زاهدی هست، اردشیر زاهدی هست، ما الان در دانشگاه داریم، میتونم دفعه دیگه بیام متنش رو بخونم برای بینندگان عزیزتون. دیدار شاه با سفیر روسیه در ایران، سفیر شوروی در ایران،
بعد از اینکه ایران اجازه داده مثل اینکه 18 هواپیمای روسی از ایران برن و به عراق بعد از شکست از اسرائیل در 1967 کمک برسن. شرط شاه این بوده که پروازها فقط در طول روز باید باشه، تعدادشون 18 تاست، از لحظه ورود به خاک ایران یه هواپیمای ایران باید در کنارش باشه، یک مسلمان هواپیما خلبان مسلمان بایستی در اتاق خلبان باشه، آرم شوروی هم بایستی برداشته بشه، یه آرم دیگه رو هواپیما گذاشته بشه. روسا طبق معمول تقلب میکنن، تعداد پروازهایی که میکنن بیشتر از اون فکر کنم 18 تاست و در شب هم پرواز میکنن بدون اطلاع ایران. نمیدونید شاه با اینا چیکار میکنه و اون سفیر هم تتپته میفته، حرفی نمیزنه، برای اینکه شاه متوجه بود که اینا یه برنامه دراز مدت برای دست انداختن به ایران دارن. یعنی الان بخش مهمی از فعالیت‌های مجازی ایران، فضای مجازی ایران در تلگرام انجام میشه. تلگرام سرنخش در مسکو است. میخوندم این یه شرکت روسی میخواد بازار وارد بازار این تلفن مثل اوبر ایران، اسنپ در ایران بهش میگن، روسا میخوان وارد اون بازار بشن و وقتی که میخوان وارد اون بازار بشن، همین فکر کنم چند هفته پیش بود میخوندم، سیستم اون رقیب که یه شرکت سرمایه‌داری ایرانی هست به طور عجیب غریبی در همون چند روز دچار سکته و دچار گرفتاری‌هایی میشه. یعنی از پرواز بگیری تا سرمایه گذاری ها تا فشارهایی که به ایران میارن برای اینکه از حقوق ایران در خلیج در دریای خزر بگذرن، بلایی که اینها بر سر چچنیا بردن. میدونید اگر یکی همونطوری که گفتید یکی از مهمترین مراکز صدور تروریست به داعش چچن بود و چچن دلیلی که این همه تروریست شد این بود که پوتین عملا مراکز مهم شهری رو با خاک یکسان کرد، یه بمباران وحشتناکی کرد که واقعا غم انگیزه. جمهوری اسلامی در مقابل این سکوت کرد به خاطر اینکه گرفتاری های 1001 نوع گرفتاری در سطح جهانی با اونها داشتن، حمایت اونها رو در سطوح مختلف میخواستن و به علاوه یک گرایشی هم هست به گمان من در داخل رژیم که مهمترین تجسمش خود آقای خامنه‌ای هست که فکر میکنه آینده ایران با همراهی و همسویی با روسیه بیشتر تامین میشه تا با همراهی و همسویی غرب، که به گمان من یک چشمانداز استراتژیک بقایت انحراف آمیزه. خب آقای دکتر بفرمایید که داستان هفتم آبان چه شد کوروش؟ میدونید اختلاف نظر هست در مورد اینکه چی شد. من ویدیوهای مختلفی دیدم، نمیدونم چی شد، چقدر رفتن، آیا ادعای استاندار درسته یا نه، ولی مهمتر از اون چی که اتفاق افتاد واکنه چیست که رژیم بهش داشت دیگه. یعنی میزان حراسی که اینها داشتن و میزان تمهیداتی که کردن از بستن جاده تا راه انداختن مانور تا تهدید تا فحاشی تا سخنرانی های متعدد امامان جمعه که همه یک شبه به کوروش شناس تبدیل شده بودن و اظهار نظر در مورد مقام تاریخی کوروش میکردن و یعنی واقعا شگفت انگیزه. یعنی کوروشی که این همه در موردش سند تاریخی هست، اینا میگن که شما چرا به کوروش باور دارید در حالی که اسناد تاریخی در موردش کمه. و اینا نمایندگان مذهب هستن، مذهب‌های ابراهیمی که بسیاری از بدیهی‌ترین ادعاهاشون رو نمیشه از لحاظ تاریخی ثبت کرده. کسی
کشتی نور رو پیدا کرده. حالا یه دی معتقدن در ارمنستان در کوه آرارات هست، ولی خیلی به جد گرفته نمیشه. با یک چنین استدلالی چجوری میخواهید شما و چرا میخواهید اصولا؟ کوروش چه انحرافی با شما داره جز اینکه اون نگاه معیوب تاریخی شما رو که میگه تاریخ ایران از 1400 سال پیش شروع شده رو نفی میکنه؟ نه، ایران حداقل 2500 سال تاریخ داره و 1500 سال اولش بیشتر در دست زرتشتی ها بود و یک ایران عظیمی ساختن، کما اینکه ایران بعد از اسلام هم لحظات پرشکوه و متفکرین غرور آفرین کم نداشت. خانم بقراطی به نظرم، نه اشتباه کردم، نیوشا بقراطی نوشتند دورش حصار کشیدند، دور آرامگاه، پیامک های ناشناس تهدیدآمیز عمومی تجمع در اطرافش را منع کردند، مسیرش را بستند، تمهیدات امنیتی در کار است، هیچ چیز رسما اعلام نشده و تایید مستقل این گزارش های خبرنگاران هم میسر نیست، اما یک چیز غیر قابل انکار است، این روزها هفتم آبان ماه، روزی که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران نام و نشانی ندارد، خبرساز است. روزی که به طور غیر رسمی روز کوروش لقب گرفته تا پاسارگاد را مبدل به میعادگاه سالانه انبوهی از علاقمندان سرسلسله پادشاهی ایران باستان کند. بله، یعنی اگر اینا میذاشتن یه مثلا چند هزار نفر اونجا جمع شدن، حتما سر و صداش کمتر از این بود که منعش کردن، برای اینکه فقط هم در ایران نبود، در مطبوعات خارجی به طور گسترده منعکس شد. دقیقاً نشنال جیوگرافیک تولد کوروش به مردم ایران، به مردم جهان تبریک گفت، روزنامه های غربی از گاردین تا روزنامه های معتبر دیگه در این مورد نوشتن. خب معمولا واقعا اینا این واهمه هایی رو که دارن وقتی در جهتش کار میکنن، یه پدیده ای رو که شاید چندان بر مشکل زا براشون نبود تبدیل میکنن به یه مشکل جدی دیگه. مثلا الان مثل مسئله حصر خانم رهنورد و آقای موسوی و آقای کروبی، موسوی و کروبی و رهنورد چه میتونستن بکنن که الان برای اینا تبدیل به یک معضلی شده که هر روز یه دروغ تازه میگن. آقای شمخانی گفته که اینا در حصر نیستن چون یه نفر رفته ملاقاتشون. سوا این که واقعا معلوم نیستون یه نفر رفته، خب اگر این حصر خوبه شما خودت برو، اگر این آزادیه شما خودت برو، چرا یکی از شما حاضر نیستید برید؟ به علاوه حصر اینا واقعا در قیاس با مثلا حبس خانگی دکتر مصدق به مراتب بدتره. شما نامه های دکتر مصدق، دو جلد کتابش چاپ شده، نامه های دکتر مصدق رو بخونید، شرح زندگیش رو در اون دوران بخونید. خانوادهش میرفتن، پسرش طبیبش بود میرفت، برخی از دوستانش میتونستن برن، با دوستانش مکاتبه میکرد، با حتی همرزمانش گاهی جبهه ملی براش نامه مینوشت، خلیل ملکی نامه مینوشت، او به خلیل ملکی نامه مینوشت. اون حصر دوران شاه، اینا الان حصر کردن، برادر اینا نمیتونه بره، دو قرتنوش هم باقیه که نه، چون یه آدم امنیتی مثلا یه دفعه رفته کروبی رو دیده بس اسمش دیگه حصر نیست. آخه اورول هم واقعا میگم، من هر وقت هر این آقایون حرف میزنن، معمولا آقایون هم، چون خانم که در متاسفانه در رهبری کم هست، آدم یاد اورول میفته، فکر میکنم اورول الان اگر زنده بود یا یه نویسنده اورولی الان در ایران اگر میداشتیم، که حتما داریم، یه وقتی این کارهای شگفت اینا تبدیل به رمان خواهد شد. قین داوود، قین داوود اگر بود الان یک کیسه به تن اینا میکشید که ولی خب اون حتی در دوران قبل از اینها هم
کارشو کرده بود، قین داوود که اسم منوچهر صفاست و من بخت دوستی باش داشتم و باش دو تا مقاله نوشتم در مورد آرتور کوسلر. اون بحث ما با نجف دریابندری، ایشون یکی از دو نویسنده بود، یعنی من و ایشون اینا رو با هم نوشتیم. ایشون در ضمن جلد اول کتاب جریان‌های عمده مارکسیسم رو که من ترجمه کردم ایشون ادیت کرد، یکی از بهترین مترجمین ایران بود واقعا. کار استوان سوایک رو ترجمه کرد، یک کتاب درخشان هم در مورد توتالیتریسم نوشت، درست در آستانه برآمدن جمهوری اسلامی. آقای منوچهر صفا فوت کردن، نه واقعا فوت کردن، یکی از به گمان من یکی از روشنفکران برجسته و یکی از طنزنویسان تراز اول ایران بودن. مجموعه داستاناشون رو ناشری در ایران گردآوری کرده، منتخبش رو من توصیه میکنم دوستان، به اسم همون قین داوود هست، اندر احوال و آداب فکر میکنم عنوانش، بسیار بسیار خوندنی است. اندر احوال چی آقای دکتر؟ اندر احوال و آداب، تقریبا مطمئنم که عنوانش اینه، الان از خاطره دارم میگم اگر اشتباه میکنم هم ناشرش و هم شنوندگان بر من بینندگان بر من ببخشن. خواهش آقای دکتر میلانی عزیز، خیلی سپاسگزارم، وقت ما به پایان رسید، تا هفته آینده با اجازتون. ممنون شما. خیلی ممنونم از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند و از آقای بهروز مشکینیار هم تشکر میکنم، کارگردان بسیار برجسته. شب روزتون خوش.